سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و روبرو باشید. امروز میخوام در مورد یه چیز خیلی خیلی مهم توی آلمان صحبت کنم که معمولا توی ایران خیلی زیاد بود و اینجا خیلی کمه و معمولا به اون شکل نیست. خب بچه ما واسه این کار به یه تکیلا نیاز داریم که کاملا خوب باشه و دست الکلش زیاد باشه. نه شوخی کردم، اینو نیاز نداره، اینو میذاریم کنار. ما واسه یه خیارشوری که میخوایم درست کنیم چند تا حبه سیر نیاز داریم، فلفل نیاز داریم، بعد نمک، شوید، یه میزان خیلی کم، سبزی اصلی که نیاز داریم ترخونه که اینجا از مغازه دوستای افغانمون گرفتیم و معمولا همه چی دارن توی مغازه هاشون. بعد دیگه سرکه داره، سرکه نیاز داریم واسه این کار. یه ظرف واسه آخر کار که خیارشور آماده شد میخوایم و یه ظرف شیشه‌ای میخوام که خیارشورا رو داخلش درست کنیم. این برای مرحله اوله. حالا مرحله بهتون نشون میدم که واسه چی ظرف شیشه نیاز داریم و اون. خب بچه‌ها، ما واسه اول نیاز هست که خیارا رو کامل بچینیم داخل این ظرفمون. میام تک تک خیارا رو کاملا به اندازه، چون با جا بشه اینا، کامل اینا رو میچینیم. خب بچه، خیارا رو ما کامل چیدیم مرتب داخل ظرف. حالا چیزایی که باید نیازه بهش بزنیم، نمک هست، بعد فلفل هست. نسبت به ذائقه‌تون میتونی حالا تندش کنید یا اینکه نه شیرین تر باشه، بسته به ذائقه خودتونه. یه خورده شوید بهش اضافه میکنین، خیلی نه، برای که طعمش رو خوب کنه. بعد دیگه یه سر سبزی اصلی ترخون. ترخون هم باید حواستون باشه که زیاد نذارید، چون که تلخ میشه. حالا سرکمون رو اضافه میکنیم. سرکه باید یک سوم ظرف باشه، دو سومش رو آب بذارید. حواستون باشه کلش رو سرکه نکنید که خیارشور تبدیل به مواد مضاد میشه و اینکه دیگه قابل خوردن نیست. یک سومش رو سرکه میکنید، مابقی رو آب میکنید. خب اینو تا آخر آب نکنید، یه میزان هوا بذارید بینش باشه. و بعد چیزی که دیگه نیاز هست سیر هست، که من سیر رو باید جدا کنم و سیر طبیعی رو کامل بنزم داخلش. خب بچه، ما سیرمون رو انداختیم داخلش که آماده شد. الان درش رو کامل میبندیم. من یکم نمک دیگه بهش بزنم. آره، الان درش کامل میبندیم محکم و ما نیاز به یه قابلمه داریم که تقریبا یک سومش رو آب گرفته باشه، آب گرم. و این ظرف شیشه‌ای رو کامل میذاریم داخل این قابلمه. حالا بعد بهتون میگم چرا. موقع آماده شد میبینیم. ما نیاز داریم که اینو به دمای تقریبا از 10 درجه، من روی 8 میذارم. خب بچه ها، میبینید که آماده شده، کاملا زرد شد و آماده خوردنه. فوق العاده خوشمزه میشه و اینکه یه خورده الان داغه، باید بذارین که بمونه، خنک بشه و یکم بذارین توی یخچال که خنک‌تر بشه و اینکه نوش جان کنید. خیلی خوشمزه است، امیدوارم که لذت برده باشید. لطفا سابسکرایب یادتون نره، ویدیوی ما رو لایک کنید و بین دوستاتون به اشتراک بگذارید.